خبری مرگ اسطو رو چگونه قبول کردید؟ یعنی سنم مرگ بابای غفار رو چگونه قبول کرد؟ زندگی ادامه دارد. زندگی ادامه دارد. باید تا وقتی که هستیم به زندگی ادامه دارد. دختر بینوز نمی شود. اوش به پیوز. دختر بینوز نمی شود. اوش به پیوز. نترسون بابای غفار. ای بابای نگو. از نو 18 ساله شوی که نظرم تو رو نمی گیرد. حالو همین خیل. انا می خیل. و این قدر زیبایی که هزاران نفر هوس عشق شما رو میخورند چرا شوهر نکردید و پیش بخت خود چرا نقطه گذاشتید؟ زندگی گر شرط باشد بندگی در کار نیست. من یک بار در حیاتم عاشق شده بودم در سنی 17 سالگی. شرکت سوف سودا داروهایی رو پیشنهاد میکند که برای زیاد کردن ریش و برآوردن موی سر و همچنین برای بیماری پسوریازو و با قوت کردن قوای مردانگی بیماری پوست. داروها به نامودی کپسول الهدایا و روغن سیودونا که به سطح درد دوا هستند پیشنهاد می نماید. داروهای بتیا، پروتئین و گنرهای سوف سودا به درد شما حتما دوا می بخشند. دستفکا به همه شهرهای روسیه از 3 ساعت تا 5 ساعت. از نام کانال مهرو پرو سالون فریسید زکاس کنید و تخفیف الهاگی رو به دست آورید. تلفن ها برای تماس در روی اکران. بسیاری ها می خواهند که سلامتی خود را برقرار نموده هجومه گیرند ولی جای مناسب با باورینوگ ندارند. برای شما یک شانس بسیار خوب رو پیشنهاد می‌سازیم. آقای بختیار در نزدیک بازار صدابات آفیس هجومه خود رو گشودند و اگر شما می‌خواهید که سلامتی خود رو برقرار سازید با این رقم زنگ بزنید هجومه با صد درصد شما دوام می‌بخشد. سلام به همه آن نفرانی که این لحظه مساعد ما رو تماشا دارید. با برنامه روبرو هستم با شما من رستم عظیمی. مهمان نوبتی برنامه روبرو بسیار هم یک زنی خوش اندام، پری چهره، زیبا سنم، نابغه تئاتر و سینمای تاجیک. میدونید کی است؟ سنم. سنمی که دقت هزاران هزار مخلصانش رو به خود جلب کرده است. قهرمان مرکزی فیلم مجسمه عشق سوری گل بانو قربانوا. خوش آمدید. شکر. زنده باشید معلمه عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید و مهمانی برنامه رو برو گشتید. بنده چیکار هستید؟ تبتون خوش است؟ تبم خوش است. حاضر سرگرمی 30 سالگی تاجیکستان هستیم در مشقو. یعنی استقلالیت تاجیکستان. در مشقو بند هستیم. از هر تو بگو سرگرمی میکرو هستیم. تشکر زیاد. الهول مورد اطلاعی میبلی اکرم قرار داریم و شما میتوانید از اینجا هم دیارانی عزیز نموتوی گوناگونی تیاری میبل ها برای خونه، برای جوی کار دسترس نمایید و یا اینکه فرمایش دهید. این چونین تولار میبلی اکرم میبل ها رو با نسیه یعنی با طوری بفویز با مدت 6 ماه پیشنهاد شما میگردونه. بیاید تماشا بدانی عزیز شرطی برنامه روبرو رو با معلمه میفهمونه و بعدا ادامه میدهیم. در لفافه ها سوال های عجایب و غرایب نوشته شدن و سوالی که پسند دل شما است جواب میگوید. سوالی که پسند شما نیست ناراحت میکند پس طریق زجگال که اتش میزنید. راضی هستید؟ زنده باشید. معلمه از شرطی برنامه ما آگاه گشتن و هر چیزی هست باید معلمه پاسخ گویند یا اینکه به شرط های ما و چشم تماشا به نگاه کرده اجرا کنند. بسیار هم خرسند میشیم و ببینید شروع میکنیم برنامه رو و بیایید اولین کانویت رو معلمه میگیرند. دویمش رو من مرحمت. در اینجا چنین نوشته شده است که ساوری گل قربانوا خود را در کسب رقص موفق میداند یا سرایندگی؟ در حقیقت شما هنرهای زیاد دارید و در اینجا دو کسبی که شما دوست می‌دارید اومده است. در حقیقت رقص رو می‌پسندید یا که دنیای سرایندگی رو؟ چون که من در دیگر برنامه‌ها صحبت داشتیم جواب دادم. من کسب اساسی خود رو رقص می‌دونم چون که تمام حسیات وجودی من رقص است و چون صنعتکار که هستم باید من کسب سرودخوانی، کسب نقش آفری و شاعری و دیگر نمود. چون این کسب ها هم ردیف هستند و شما می توانید که
محض این کسب را از خود کنید. البته. تماشا بینندگان عزیز، این جوابی بود که سوال گلبانو قربانو و جواب گفتند و بیاد کامنت دیگر رو من میگیرم و میبینیم باز چی سوالی اومده است. میگویند که بعدی فیلم مجسمه ایش در زندگی شما معجزه های زیاد رخ دادند پای در پای. این چی معجزه ها بودند؟ البته بعدی این فیلم معجزه ها همین بود که من صاحب دو فرزند دستورویک شدم. دو پسر یعنی. و طولی چند سال بود که من سرگرمی تربیه اونها بودم. و بعدی که با یک سینو سال معین که رسیدم من باز برگشتم به صحنه و ادامه میدهید و ما رو هیچگاه ترک نمیسازید. البته تشکر. ادامه میدهم. تشکر. زنده باشید. مرحمت لفافه دیگر رو شما انتخاب میکنید و میبینیم چی نوشته شده است. در اینجا چنین نوشته شده است که میگویند که هنگامی آفریدن نقش صنم شما کودک نوزاد داشته اید، مانی و غربت اطرافیان چگونه بود؟ در حقیقت وقتی شما در این فیلم هنگامی نوار برداری میرفتید، کودک خردسال داشتید، البته شوهر داشتید، اویلی آبا داشتید، چگونه این همه یعنی کسی مانی نبود، کسی زید نبود که شما نروید و کودک خود رو نگاه بین کنید و سرگرم با کار و ایجاد و آفریدن فیلم نگردید؟ البته اول شوهرم مانع این فیلم بودن، نمیخواستن که من از خانه برایم و بالاخره بعد صحبتی که با کارگردان داشتن آنها راضی شدن، چطور من این رو نمیدونم. و در تربیه فرزندان من نزدیکانم به من کمک میکردن، اپاهایم، جیانویم، همگان راضی بودند که شما نقش آفرید؟ راضی بودند، ها البته. با کودکانم اونها همراهی ما بودند، دستگیری میکردند. علاوه بر این شوهر در علاقیدگی جنگ نمیکردند، ناراضیگی بیان نمیکردند؟ نه. تشکر زیاد. و چیزی بود پاسخ شما جستجو کردیم و بیاید کامنت دیگر رو من میگیرم و میبینیم باز چی سوالی سهرنو یا اینکه عجایب در اینجا نوشته شده است. میگویند که سوریگل مثل فیلمی اگر دوستم داری در عشق ناکام مونده در آخر عشقش را از دست داده است. راست است؟ فیلمی اگر دوستم داری بسیار هم فیلمی دوره سوییتی هم باشد بسیار هم محبوب و مشهور است و همگان یاد دارند. آن همون فیلمی که لالا بود یادم میاد، نامش مادران زیبا بود. میخواستم از این کمی قصه کنه. من در یک برنامه همین سوال هم بود، من گفته بودم که من یک بار در حیاتم عاشق شده بودم در سنی 17 سالگی. اوه. و بعد که نزدیکانم نخواستن که من با اون کس اویله دار شوم، بعد همین من یکون بار یکون کس را دوست نداشتم تو به حال. و تو به حال یکون کس را دوست نداشتم. باری و خورده آیا در یک اونجا روبرو گشتید با عشقی که از صدق دل دوستش میداشتید؟ یک بار در چگونه لحظه بود؟ کوچه. اون رو میخوام تصویر کنید. از بین یک چند سال گذشته بود، من علاقه شوهر دار بودم، اون کس هم به یک سینو سال رسیده بودن و از دور یک از اسمی ما رو صدا کرد. صدا شناس بود به گوش شما؟ با گوش من یک آوازی شیرین شینوس، گرچند که در اونجا مردم بسیار گشت و گذار میکردن و من این صدای شیرینی شینوس رو و من آشنا زود شناختم و گشت نگاه کردم، یک مرد خیلی عادی، چرا که پیشتر برای من یک هر یک دیدنی اون کس و شادی می آورد دیدم یک مرد تماما دیگر، خیلی راست گفت نشناختم اول. و اون کس گفتن که منم بهادر. نگاه کردم، من حیران شدم که
من تصور نداشتم که در این 30 سال کس چقدر میتواند پج مرده باشم. بعد از 10 20 یک چند سال 10 سال تصور نمیکردم، چون که اون وقت من مرد قامت بلند زیبا بود. زیبا بود، به نهایت زیبا، قامت بلند و در اون وقت چطوری که خودتون میدونید وقتی که عاشق شوید برای شما اگر کمتر باشد زیادتر میتوبد. بله. بعد هم صحبت شدیم، حیران شدم که بهادر این تو؟ گفت بله. من فکر نمیکردم که شما تماما تغییر مییابید. گفتن من نمی خیلی هم بود. هم تو صحبتی سری روحی بود؟ هم خیلی سر روحی. در یکانجا ننشست؟ و یک خاطره بود که در مدتی دور و دراز با هم یک مرتبه با خورده. بله. و امروز اویلا دور هستن؟ البته. سوری گل بانو بیاید لفافه دیگر رو نمیدونم، شما میگید این که من؟ من باید گیرم. مرحمت. وقتی که 12 سال داشتید کی رو از دست دادید؟ آیا تحمل این درد آسان بود؟ در اوانی خیلی هم نورستی، فکر میکنم که آسان نبود. اون رو قصه میکردید؟ وقتی که من 12 سال داشتم مادر خود رو از دست دادم، چون من در اویلا دختری آخر بودم، دختری کنجگی. البته در سن 5 سالگی اول پدرم رو از دست دادم. چی فوجه سخته؟ یک مریض بودن، و از سن سالشون هم کلانتر بود، نابود شدن و در سن 12 سالگی مادرم رو از دست دادم. برای من این یک دهشت بود، چون من دختر ارکه خاندان بودم و تصور نمیکردم که به مادرم چطور زندگی میکنم. تحملش چگونه بود؟ خیلی دردناک. و با مرور وقت این دردها کمی هم باشد سبوک گشتن یا یادی آورده تا حال عشق میریزید؟ من در خاطر دارم که تای 5 سال بود که خانده ایمه را کسی ندیده بود و سال زیاد گذشت. تا حال روز دیگه سری منزل میرویم، آروم شدن نمیتوانیم، ولی به هر حال زندگی ادامه دارد. زندگی ادامه دارد، باید تا وقتی که هستیم زندگی ادامه دارد. از این زیاد نمیخویم که با زخمهای دل سوری گل بانو نمک بپاشیم و ما این چیز رو نمیخواستیم تو این درجه از شما پرسان شویم و صبر جمیل با شما میخواییم و بیاید ادامه میدیم برنامه رو. فکر میکنم که انتخابی سوال از جانبی من میشود. سوری گل بانو، بیاید شما رو میخندانیم، یک لحظه هموشه طبیع شما رو خوش میگردانیم. مونولوگی مشهوری آش به پیاز رو با آن همون نازو اشوهی زنانه میخواستم بحری تماشا بینیم و قصه کنیم. دختر بی ناز نمی شود، آش به پیاز. برکرم غفور جان، جانه گوسفنده رو به خونه هکنیر. انمون نگاه، انمون پروندن قوش یا اینکه جنباندن میمیکا، فکر میکنم که تو به حال از پیش نظری مردم دور نرفته است. بیاید یک یاد بیاریم. نمیدونم توانستم یا نی. بسیار عالی. در اونجا اون که سوال میدادن که چرا با من این طور نگاه میکنید؟ بعد از مجبوری که باید گوسفندانی مرا سر دهد، من باید به یک اشوه کرش میگویم که دختر بی‌ناز نمیشود، آش به پیاز. تشکر. و این فیلم فیلمی بود که هیچگاه
معنی خود رو فراموش نکرده است و امروز از خرد تا بزرگ این فیلم رو تماشا میکنند و احسن میگویم به کارگردان فیلم که چنین قهرمان های در واقع نابغگان رو در این فیلم انتخاب کردند و بسیار هم یک فیلم جالب بود. احسن میگویم و انتخاب دیگر لفاف از جانب شما میشود. مرحمت. مادری چند فرزند هستید؟ من دو پسر دارم. چی نام دارم؟ و نازم جون و حامد جون. تشکر میکنیم و بیاید لفافه دیگر رو من میگیرم و ببینیم چی باز اومده است. با این قدر زیبایی که هزاران نفر هوسی عشق شما رو میخورند، چرا شوهر نکردید و پیش بخت خود چرا نقطه گذاشتید؟ راست گفت، من دیگر فکر شوهر کردن رو نداشتم چون که فرزندان من خیلی خرد بودن و نمیخواستم که یکون مرد بیگونه با آنها یکون سخنی دغل بیاد، سخت بیاد و من طاقت این شنیدن این گپ رو نداشتم چون که من فرزندان خودم رو خیلی دوست میدارم و یعنی قهرمان مادری که به خاطر فرزندانش از بخت خیش روی گردون، چون اون موسم هزاران هزار نفر میخواستن شما با اونها ازدواج کنید یا که خریداران زیاد داشتید. همین بود تو حاضرم هست، ولی من فکر میکنم که با فرزندها بودن برای من آرام تر است. تشکر زیاد و احسن میگویم و بیاید لفافه نوبتی را شما میگیرید. صدای دلپذیر دارید، با صدای زنده سرود خونید. مرحمت. یکی از سرودهای بهترین خود رو میتونید زنده زمزمه کنید و خاطر تماشابینی ما رو شاد گردانید. زندگی آخر سرایت، زندگی آخر سرایت، بندگی در کار نیست. زندگی گر شرط باشد، زندگی گر شرط باشد، بندگی در کار نیست. زندگی آخر سرایت، بندگی در کار نیست. احسن نگویم، بسیار هم یک صدای خوش، یک صدای گوشنواز، یک صدای دلنواز بود که از جانب سفر گروه قربانو شنیده شد. احسن نگویم و بیاید لفافه دیگر رو من میگیرم و میبینیم باز چی سوالی سهرناک اومده است. سفر گلبانو مخلصان زیاد میخواستن باز چون سنم و بابای غفار شما رو در فیلم نوبتی بینن، اما عمر وفا نکرد و بیت الله رجب درگذشتن. خبری مرگ استاد رو چگونه قبول کردید؟ یعنی سنم مرگ بابای غفار رو چگونه قبول کرد؟ البته باور نداشتم که اون کس گذاشتن. سر یک دوستی من به من تلفن کرد که اکوی بایدلو، نگفتن که اکوی بایدلو، گفتن یک اکتیور در گذاشتن و من پرسیدم که کی اسمش چی؟ بعد گفتن که حاضر من به شما میفرستم و بعدی که رسمی اون کس رو به من فرستوندن، من خیلی اندوگین شدم، باور نکردم و باز چند نفر دیگر به من تلفن کرده گفتن و در این مدت من به کارخانه می رفتم که همکارانم باز گفتن که همین خیلی در حقیقت راست است و زود همه آمادگی گرفتن برای بخانه اون کس رفتن. روحشون شاد بود و استاد یکی از نابغگان صنعت سینما بودن و هیچگاه تکرار نمییابند و دعا میکنیم که همیشه جایشون جنت باشد و بیاید لفافه دیگر رو شما گیرید.
و میبینیم باز چی سوال. و تماشاگرانی عزیز بیاید گفتگوی نوبتی رو میگیریم و میبینیم باز چی سوالی اومده است. میبینم در اینجا دو سوال اومده است. چی سوال باشد؟ شرط است. در اینجا اومده است خود رو همچون صنم در نقشی که بابای غفار به حوالی شما میآید نشان دهید. البته در این نقش من با اون درجه هنرمند نیستم، ولی کمی هم باشد به خاطری بولیده گشتن شما تماشاگران عزیز نقش بابای غفار رو به ذمه میگیرم و بیاید نقش میفرید. تو مرا نمیدونی. اگر همین سقره این نعمت جیانت مالبونت باشد، یک روز نه یک روز باز بوزو گوسفندانت با باغ من میدرآیند. انا آن وقت ببینی که لینگی گوسفندت در شاخ گلاس آویزان. نه ترسان بابای غفار. این بابا نگوید. از نه هر دست بالا شوی که نظرم تو رو نمیگیرم. سنم تو مرا نمیدونی. تو مرا نمیدونی. اگر همین صغیره نعمت جنت مولبونت باشد، یک روز نه یک روز مولهایت باز با باغ من میدرآیند. و فراموش نکن که من از لینک گوسفند هایت گرفته به شوخ گلوس کشول میکنم. ای نترسون بابای غفور. ای بابای نگو. از نو 18 ساله شوی که نظرم تو رو نمیگیرد. حالا همین خیل. انا همین خیل. و دو لیفوفای دیگر مونده است و خطا نکنم یک تاشو شما میگیرید یک تاش رو ما. راست است که شهرتی فیلمی سنن و دیگر دستاوردهایتان باعث بدبختیتان شده است. من فکر نمی کنم چون که بعد این فیلم مردم بسیارتر مرا شناختند، بسیارتر حرمت و عزت میکنند، در کوچه ها صدا میکنند، با من رسم ها میگیرند. با نامی سوری گل یا که با نامی سنم؟ با نامی سنم. روز گفت اسم من رو هم فراموش کردم. رو اسم سنم میشناسند. یعنی تو به حال از انمون پذیرایی مردم خوشتون میوید؟ البته. یعنی شما رو شناختند؟ من فکر میکنم که با دیگر کشورها بسیار تکلیف هستند که من در اونجا زندگی کنم. من فقط یک فکر میکنم که من هیچ وقت رفته نمیتونم، چون که من در تاجیکستان خودم خیلی آزادم، آزاد فکر کرده میتونم، آزاد سخنرانی کرده میتونم و با کجایی که نروم در نزد حرمت و عزت مردم هستم. من از این فخر میکنم. تشکر زیاد. بسیار هم یک اندیشه خوب رو بیان کردید. و بیاید تماشابینی عزیز لفافه آخیر رو من میگیرم و میبینیم در اینجا چی نوشته شده است. میگویند که اگر ارزوها بمیرند دوباره تولید میشوند، ولی اگر امیدها بمیرند دوباره تولید نمیشوند. اون امیدی که در زندگی شما مرد چی بود؟ امیدهای من زیاد یکی یکی نابود شدند، چون من در مبین عمر گویم یا که آخر عمر گویم نمیدونم شکستم، چون من همین بود که شوهر من با روسیه رفت و برنگشت و دومین شکست من همین بود که خانم را از دست دادم و این زمان در خوابگاه زندگی میکنم. یعنی که تو به حال خونه شخصی نداری؟ البته نه و نمیدونم من ایراکای میتوانم عملی سازم. این مگر دشوار نیست؟ یک زنی که با دیدن فکر میکنیم در خانه های قصر، خانه های خوشکوشک و جاهای بهترین زندگی میکند، نه خود که در خوابگاه وزارت فرهنگ زندگی کند. باور نکردنیست. متاسفانه همین خیلی است. من این زمان در خوابگاه وزارت فرهنگ زندگی میکنم. این برایتون دشوار نیست؟ دشوار است. زنی که میلیون ها میلیون دوستش میدارند و فیلمی مجسمه عشق در تاجیکستان و بیرون از آن محبوب و مشهور گردیده است، نه خود که تو به ها خانه شخصی نداشته باشد. متاسفانه همین خیلی است که در دو خانه خود من با دو کلین و دو فرزند و نبیرها زندگی میکنم. بسیار هم تلخ است. و تماشابینان عزیز، امیدها نمیرنده هستند و ما امید داریم که شما روز با خانه زیبا و زمانویس از آور میگردید. تشکر.
این بود برنامه روبرو با اشتراک یکی از چهره‌های موفق صنعت، فرهنگ، سینما، ساوری گلبانو قربانوا، همونه که با فیلم مجسمه عشق یعنی با نام صنم امروزها شناخته هستند، محبوب و مشهور هستند، اشتراک داشتند. و بیاید در آخر از صنم خوشخرم خواهش میکنیم که زیر یک نوای دلانگیز بیرقصند و با همین برنامه رو انجام میبخشند. من از کارگردان خواهش میکنم که یک نوای دلانگیز گذارد و احسن. و این بود برنامه روبرو. در روبروی شما بودن ساوری گلبانو قربانوا. و بیاید تمنیات آخر رو از زبان شما میشنویم و با همین برنامه رو انجام میبخشیم. تشکر زیاد و من با برنامه نو تاسیس شما تبریک و تهنیت میگویم. زنده باشید. بگذار با قله‌های بلند برسید و ورد زبان مردم گردان. مینت دارم. تماشابینان عزیز، صحبت گرم و صمیمی ما بود در تالار مبلی اکرم. تنسیت و خانه‌آباد باشید. برنامه ما در نوبت است.